سلام علیکم دوستان، در این ویدیو برایتان تمام تنظیمات مسنجر را از الف تا یا واضح میسازم یا برایتان نشان میدیم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین لطفا سابسکرایب نمایین. بعدا مسنجرتان را باز بکنید. زمانی که باز کردین در قسمت بالا بالای سه خطی که دیده میشه کلیک بکنید. بعدا در اینجا در قسمت بالا بالای آیکن سیتینگز یا تنظیمات کلیک بکنین. زمانی که بالای آن کلیک کردین شما وارد تنظیمات مسنجر میشوین. دوستان تمام این تنظیمات رو برایتان واضح میسازم. دوستان اگر خواستین که عکس پروفایلتون رو در مسنجر تغییر بدهین، از اینجا میتونین که عکس پروفایل مسنجرتون رو تغییر بدهین. در اینجا در بالای عکس پروفایلتون یک عکس کامره یا دوربین دیده می شود. بالا این عکس کلیک بکنین. بعدا در قسمت پایین سه گزینه برایتان باز می شود. اگر می خواهید که عکس به شکل زنده بگیرین و در پروفایل مسنجرتون قرار بدهین، در اینجا بالای گزینه تیک فوتو کلیک بکنین، باز یک عکس بگیرین مستقیم در پروفایل مسنجرتون قرار بدهین. اگر می خواهید کدام عکس رو از گالری گوشیتون انتخاب بکنین و در پروفایل مسنجرتون بگذارین، در اینجا بالای گزینه چوز فرام لایبرری کلیک بکنین، گالری گوشیتان باز می شود. هر عکسی را که می خواهین که در پروفایل مسنجرتان بگذارین، اون عکس را انتخاب بکنین و بگذارین. اگر می خواهین که اوتار یا اویتار بسازین، در اینجا بالای گزینه یوز اوتار یا اویتار کلیک بکنین، باز اوتار یا اویتار خود را بسازین. بعد از اون گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام منیج اکاونت است. در بعضی مسنجرها به نام سویچ اکاونت است، در بعضی مسنجرها به نام منیج اکاونت است. بالا این گزینه کلیک میکنیم. دوستان زمانی که بالا این گزینه کلیک کردیم، بعدا اگر ما چندین مسنجر داشته باشیم میتونیم که آنها را باز بکنیم از این مسنجر. در اینجا زمانی که بالای گزینه اد اکاونت اگر ما کلیک بکنیم، باز در قسمت شما یوزر نیم مسنجر دیگه ایتون را یا شماره موبایل مسنجر دیگه ایتون را همراه پسورد آن وارد بکنین، باز شما میتونین که مسنجر ایتون را چندین مسنجر را از این مسنجر باز بکنید. یا اگر خواستین که کدام مسنجر جدید بسازین، در قسمت پایین بالای گزینه کرییت نیو اکاونت کلیک بکنین، باز میتونین که یک مسنجر جدید بسازین. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام دارک مود است. دوستان اگر شما میخواین که حالت شب یا حالت تاریک رو در مسنجرتون فعال بسازین، در اینجا بالای گزینه دارک مود کلیک بکنین، در اینجا آن را انتخاب بکنین، حالت تاریک در مسنجر شما فعال میشود. اگر از طرف شب مسنجر را استفاده میکنین، حتما حالت تاریک را فعال بکنین، بعدا استفاده بکنین. در اینجا بالای گزینه دارک مود کلیک میکنین، باز بالای گزینه آف کلیک میکنین، حالت تاریک خاموش میشه یا غیر فعال میشود. بعد از اون گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام اکتیو استیتس است. دوستان اگر شما میخواین که در مسنجر آن باشین، آنلاین باشین، هیچ کس نداند که شما در مسنجر آن هستین یا خیر، یا حالت آنلاین خود را در مسنجر مخفی بسازین، از اینجا میتوانین که این کار را انجام بدهین. در اینجا بالای گزینه اکتیو استیتس کلیک بکنین. بعدا اگر این گزینه ها روشن باشد، این گزینه ها را به طرف بزنین و در قسمت پایین بالای گزینه پاس کلیک بکنین، باز حالت آنلاین شما در مسنجر خاموش می شود. بعد از این هر قدر با هر کسی که در مسنجر مسیج بکنین یا پیام بفرستین، آنها نمیدانن که شما در مسنجر آنلاین هستین یا خیر. اگر دوباره این را فعال ساختین، پس بیاین از اینجا آن را فعال بسازین. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام یوزرنیم است. بالای گزینه یوزرنیم کلیک میکنیم. دوستان شما در اینجا میتونید که یوزرنیم به مسنجر خود بسازین، یا اگر یوزرنیم قبلا داشته باشین آن را ادیت بکنین یا تغییرات در آن بیارین. اگر قبلا یوزرنیم داشتین، در اینجا بالای گزینه ادیت یوزرنیم کلیک بکنین، باز میتونید که یوزرنیمتون را یک تغییرات در یوزرنیمتون بیارین. بعد از او اگر خواستین که لینک یوزرنیمتون رو کپی بگیرین، در اینجا بالای گزینه کپی لینک کلیک بکنین، یوزرنیمتون کپی میشه و به هر کی که خواستین میتونین بفرستین اون رو. گزینه بعدی در اینجا مهم نیست. بعدا گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام نوتیفیکیشن اند ساوندز است. از اینجا شما میتونین که صدای مسیج ها یا پیام های مسنجر، پیام های مسنجر یا صدای زنگ مسنجر را شما خاموش بکنین، یا اگر خواستین روشن بگذارین یا تغییرات بیارین. در اینجا بالای گزینه نوتیفیکیشن اند ساوندز کلیک میکنیم. بعد دوستان اگر شما میخواین که به شکل عموم تمام نوتیفیکیشن ها یا پیام های مسنجر را تا یک مدتی
صدای تمام نوتیفیکیشن ها یا پیام های مسنجر را تا یک مدت معین خاموش بسازین، میتوانین این کار را انجام بدهین. در اینجا در قسمت بالا آن نوشته است، اگر دگمه را به طرف بزنیم شما انتخاب بکنین که بعد مدت 15 دقیقه یا 1 ساعت یا 8 ساعت یا 24 ساعت یا تا زمانی که خودتان میخواین، شما میتوانین که این گزینه را تمام صدای تمام نوتیفیکیشن های مسنجر را شما غیر فعال بکنین، هیچ نوتیفیکیشنی را شما نمیشنوین اگر فعال بسازین. به طور مثال من 15 دقیقه را در اینجا اگر انتخاب 15 دقیقه را انتخاب کردم، بعدا در اینجا بالای دگمه اوکی اگر کلیک بکنم، تا 15 دقیقه من هیچ صدای نوتیفیکیشنی را نمیشنوم از مسنجر. پس ایرم من بایتر میزنم فعال میکنم. حال میخوام که به شکل جداگانه صدای هر نوتیفیکیشنی رو من تنظیم بکنم، به شکل عموم نمیخوام تمامی اونها رو فعال بسازم، غیر فعال بسازم، به شکل جداگانه میخوام بعضی هایش آف بکنم، بعضی هایش آن بکنم. اگر میخواین که صدای زنگ مسنجر رو شما تغییر بدهین، در اینجا بالای گزینه رینگتون کلیک بکنین، باز در اینجا لیست زنگ های مختلف در مسنجر باز میشود. هر زنگی را که شما خوش داشتین آن رو انتخاب بکنین. زمانی که انتخاب کردین، باز هر کسی که برای شما زنگ زد در مسنجر، صدای همون زنگ رو شما میشنوید. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام نوتیفیکیشن، این گزینه رو به این طرف فعال بکنین دوستان. بعدا در اینجا این گزینه مسیج ریمایندر هم آن بکنین. باز در قسمت پایین اگر میخواین که کسی برایتان زنگ زد در مسنجر، گوشی شما یک لرزش هم داشته باشد، این گزینه اگر آف باشد این آن بکنین. اگر نمیخواین که یک وایبرت یا لرزش داشته باشد، این گزینه رو آف بکنین. بعد از او از اینجا عقب میریم. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام اکسسیبیلیتی، بالای گزینه اکسسیبیلیتی کلیک میکنیم. باز در اینجا قدر چیزی مهم نداریم دوستان، فقط یک چیز داریم. در اینجا بالای گزینه کالر فیلتر کلیک بکنین. دوستان در اینجا شما انتخاب بکنین که زمانی که آنلاین باشین این رقم یک دگمه به این رقم دکمه بلو نشان داده شود یا آبی نشان داده شود یا کدام رنگ دیگر رو. در اینجا اگر این رنگ های بعدی را انتخاب بکنیم، این رنگک در اینجا تغییر میکنه. اگر این بعدی را انتخاب بکنیم، میبینیم که در اینجا تغییر میکنند. امی دکمه که حالت آنلاین ما را نشان میدهد، او رنگ های مختلف رو به خود میگیرد. در کدومی از اینا که کلیک بکنیم، در اینجا میبینیم که رنگ های مختلف رو به خود میگیرد. از اینجا شما هر قسمی که راحت هستین اون رو انتخاب بکنین. بعد از او گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام پرایویسی اند سیفتی است. بالا این گزینه کلیک میکنیم، باز یک سلسله تنظیمات در اینجا داریم. اولین گزینه که در اینجا داریم به نام ریپورت چت است. دوستان اگر شما بعضی چت ها را ریپورت کرده باشین، لیست تمام آنها را در اینجا میتوانید پیدا بکنین یا ببینین. من تا هنوز هیچ چتی را ریپورت نکردم، چیزی در اینجا دیدن نمیشه. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام هیدن کانتکت است. بعضی کانتکت ها را شما میتوانید که مخفی بسازین تا مسنجر آنها را به شما پیشنهاد نکند. اگر خواستین مخفی بسازین، بالای از این کلیک بکنین، بعدا در قسمت بالا بالای این آیکن که پلاس دیده میشه یا جمع دیده میشه کلیک میکنین، کلیک بکنین. باز هر کسی را که میخواین که مخفی بسازین، بالای از او کلیک بکنین. بعد از او مسنجر آنها را برای شما پیشنهاد نمیکنه که فلانی در مسنجر استفاده میکنه یا خیر. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام end to end encrypted است. ولی این encrypted chat است. ولی این گزینه کلیک میکنیم. دوستان در اینجا باز دو گزینه داریم. یکی security alert است. ولی این گزینه کلیک بکنین، دگمه را شما آن بکنین. اگر آف باشه، دگمه را آف آن بکنین. زمانی که آن باشه یا روشن باشد، هر کسی که کد مسنجرش را تغییر داد یا مسنجر خود را در هر گوشی دیگه باز کرد، شما یک نوتیفیکیشن یا یک پیام دریافت میکنین که فلانی مسنجر خود را در فلان گوشی باز کرده یا اینکه کد مسنجر او تغییر کرد، شما یک نوتیفیکیشن دریافت میکنین. گزینه بعدی که مهم است در اینجا این است، در اینجا این است دوستان، لاگین است. در اینجا برای این گزینه کلیک میکنیم. اگر مسنجری شما در چندین گوشی باز باشد و جز گوشی خودتان یا کسی هک کرده باشد، از اینجا میتوانین معلوم بکنین. در اینجا شما معلوم بکنین، در اینجا شما چک بکنین که بجز گوشی خودتان یا در کدام گوشی دیگه مسنجرتان فعال هست یا روشن هست یا خیر. در اینجا در قسمت اول مسنجر خودتان رو نشان میدهد، در اینجا کدام مسنجر یا فیسبوک یا کدام اپ یا برنامه ای را که دیدین به این معنی است که مسنجر شما در بجز خودتان کسی
دیگه هم استفاده میکرد. بالای آن کلیک بکنین، بعدا ایره به سمت بالا حرکت بدین، در قسمت پایین بالای گزینه لاگ اوت کلیک بکنین و در اینجا بالای گزینه لاگ اوت کلیک بکنین، از گوشی آن نفر یا از دستگاه آن نفر مسنجر شما بیرون میشود. باز اون نمیتواند که از مسنجر شما استفاده بکنه. زمانی که این کار رو کردین، باز پسورد مسنجرتون رو تغییر بدهن. بعد از اون گزینه بعدی که یا پسورد فیسبوکتون رو تغییر بدهن، پسورد مسنجرتون هم تغییر میکنه. بعد از اون گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام مسیج دیلیوری است، بالا این گزینه کلیک میکنیم. دوستان از اینجا شما میتونین انتخاب بکنین که زمانی که کسی در مسنجر برای شما مسیج کرد، مسیج اون رو در قسمت ریکویست دریافت بکنین یا در قسمت چتتون دریافت بکنین یا هیچ مسیج از اون رو دریافت نکنین. در اینجا بالای گزینه فرند آن فیسبوک، در اینجا بالای این گزینه کلیک بکنین، در اینجا انتخاب بکنین که در قسمت چت مسیجی اون رو دریافت بکنید یا در قسمت مسیج ریکویست. در مسنجر گزینه است به نام مسیج ریکویست، یا اگر میخواین در قسمت مسیج ریکویست مسیجی اون رو دریافت بکنین، مسیج ریکویست رو انتخاب بکنین، یا اگر نمیخواین هیچ مسیجی از کسی دریافت بکنین، در اینجا بالای گزینه دون ریسیو مسیج ریکویست کلیک بکنین، باز هیچ کس نمیتونه در مسنجر برای شما مسیج بفرسته. بعد از اون گزینه بعدی که در اینجا کدام گزینه مهمی دیگه در قسمت نداریم، گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام restricted account است. بعضی اکانت هایی را که شما محدود کرده باشین، در اینجا لیستی تمامی آنها را میتوانین ببینین یا پیدا بکنین. تا هنوز من چیزی را محدود نکردم، در اینجا چیزی نیست. گزینه بعدی به نام block account است. اکانت هایی را که در مسنجر شما بلاک کرده باشین، لیست تمامی آنها را در اینجا شما میتوانین پیدا بکنین. بالای گزینه بلاک اکانت کلیک میکنیم. چندین اکانت را من بلاک کردم، حالا یکی از اینها را میخوام از بلاک بیرون بکنم. بالای هر کدامی از آنها را که میخواین که از بلاک بیرون بکنین، بالای هر کدامی از آنها یک تب بزنین. بعدا در اینجا بالای گزینه در اینجا اگر از مسنجر ایرا میخواین ان بلاک بکنین، بالای گزینه ان بلاک مسیج ان کالز، بالای این گزینه کلیک بکنین. بالای این گزینه زمان کلیک کردین، باز از مسنجر این بلاک میشود، از حالت بلاک بیرون میشود. گزینه بعدی که داریم در اینجا به نام اکتیو استیتس است. اکتیو استیتس در قسمت هم هست دوستان. در قسمت اول برایتان گفتم که چگونه حالت آنلاین خود رو در مسنجر خاموش بسازیم یا غیر فعال بکنیم. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام استوری کنترل است. بالا این گزینه استوری کنترل کلیک میکنیم. دوستان از اینجا شما میتوانید انتخاب بکنید که استوری های شما رو در مسنجر کیها دیده بتوانند. در اینجا اگر میخواین که استوری مسنجرتون رو همه کس دیده بتواند، چه دوست شما باشد چه نباشد، در مسنجر گزینه پابلیک رو انتخاب بکنین. زمانی که پابلیک رو انتخاب کردین، هم هر کس هم از مسنجر و هم از فیسبوک استوری شما رو دیده میتواند. در اینجا اگر چیز رو انتخاب بکنین، فرندز رو اگر انتخاب بکنین، تنها دوستان فیسبوک شما دیده میتوانند، دیگه هیچ کس دیده نمیتواند. در اینجا اگر میخواین که با کسی با چند نفر استوریتون رو شیر بکنین، استوری مسنجرتون رو شیر بکنین، بالای گزینه کستوم کلیک بکنین. باز با چندین نفری که میخواین که استوریتون رو شیر بکنین، اونها رو انتخاب بکنین. یک نفر هم میخواین یا 10 نفر هم میخواین یا بیشتر رو در اینجا بالای انتخاب بکنین. بعدا در قسمت بالا بالای گزینه اپلای کلیک بکنین و در اینجا بالای گزینه اوکی کلیک بکنین. بعد از هر چی که استوری شیر کردین، همین چند نفر را که شما انتخاب کردین دیده میتونن، باقی دوستانتون دیده نمیتونن. بعضی استوری ها ما در اینجا فرندز رو انتخاب میکنم یا پابلیک رو انتخاب میکنم. دوستان گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام استوری یا هاف میوتید. بعضی استوری هایی را که ما خاموش کرده باشیم یا با میوت کرده باشیم، لیست تمامی آنها را از اینجا میتونیم پیدا بکنیم. بالا این گزینه کلیک بکنین. هر استوری را که شما میوت کرده باشین، شما میتونین لیست اون را از اینجا پیدا بکنین و اگر خواستین که دوباره اون را ان میوت بکنین، از حالت میوت بیرون بکنین، در اینجا بالا گزینه ان میوت در مقابل نام آن دیده میشه کلیک بکنین و در اینجا بالا گزینه شو کلیک بکنین، باز این از حالت میوت بیرون میشود. بعد از این هر چی که استوری بگذاره، باز استوریش شما میتونین ببینین. اگر میوت باشه استوری اون را دیدن نمیتونین. اگر از میوت بیرون بکنین، باز استوری را شما دیدن میتونین. در اینجا دوستان گزینه چیز رو در اینجا ارکایو رو انتخاب بکنین. گزینه رو ارکایو رو فعال بسازین. هر استوری زمانی که فعال باشد، روشن باشد، هر استوری را که در هر چیزی را که در استوری تون میگذارین، بعد از 24 ساعت از اونجا پاک میشه و در قسمت ارکایو قرار میگیره. در اینجا بالای گزینه ویو استوری ارکایو
کلیک بکنین در اینجا استوریاتون باز قرار میگیرد. من چیزی را تا هنوز در اینجا کدام استوری نگذاشتم که در اینجا قرار بگیرن. استوریایی را که در مسنجر میگذارین بعد از مدت 24 ساعت اگر ایدگ مفعول باشد در قسمت ویو استوری آرکایو قرار میگیرن. خب در اینجا این گزینه را هم روشن بسازین، از اینجا بگ میکنیم. باز گزینه بعدی که در اینجا، خب از این قسمت هم تمامش تمام شد، دیگه چیزی مهمی نداریم. گزینه بعدی که در اینجا داریم اوتار یا اویتار میشه. شما میتونید که یک اوتار بسازین یا اویتار در مسنجر بسازین، در پروفایلتون بگذارین، اونقدر مهم نیست. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام دیتا سیور است. دوستان اگر شما میخواین که از مسنجر استفاده بکنین ولی مسنجر اینترنت شما رو یا نت شما رو کم مصرف بکنید، شما میتونین از اینجا این گزینه رو فعال بسازین. بالا این گزینه دیتا سیور کلیک بکنین و دگمه رو به طرف بزنین، روشن بکنین. بعد از اینترنت هر قدر در مسنجر که شما تماسی صوتی داشته باشین یا مسیج بکنین یا پیام بفرستین، مسنجر اینترنت شما رو کم مصرف میکنه. گزینه بعدی که در اینجا داریم با نام فوتو اند میدیا است. بالا این گزینه کلیک بکنین. دوستان اگر شما میخواین که عکس هایی را که کسی در مسنجر برای شما میفرسته در گالری گوشیتون سیو شوه یا ذخیره شوه، دگمه رو به طرف بزنید فعال بکنید. اگر نمیخواین که در گالریتون سیو یا ذخیره شوه، پس آف بکنید. گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام چت هد است. دوستان اگر این گزینه روشن باشد، زمانی که کسی برای شما مسیج کرد، یک آیکنک فوری در روی اسکرین شما میاید و صدای زنگ یارم آن هم بلند به صدای بلند دور خورده میاد فلانی مسیج کرد. اگر این گزینه آف باشد، باز او آیکنک در روی اسکرین شما نمیاید. خب بعد از اون گزینه بعدی در اینجا کدوم گزینه بعدی نداریم دوستان. دوستان این بود تمام تنظیمات مسنجر از الف تا یا. خب مسنجر هم گفتم که یک آپشن داریم در مسنجر، یک گزینه داریم به نام مسیج ریکوست. بعضی چت هایی را که ما گفته مسیج ریکوست را اگر انتخاب کرده باشیم، در قسمت مسیج ریکوست برای از اینکه ما کلیک بکنیم باز مسیج های آنها را میتوانیم ببینیم. در اینجا یک بعضی چت هایی هست که ما آنها را میشناسیم برای من مسیج کرده و بعضی چت ها هم اسپم هستند. خب این بود تمام تنظیمات مسنجر از الف تا یا. تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتون.